به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام و صلوات خدمت رسول مقبول اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام و سلام جداگانه خدمت تک تک شنونده ها و بینده های عزیز و نهایت دوست داشتنی و سلام جداگانه خدمت شاگردک های عزیز ما. نام دکتر محمد نصیر جاله هست. موضوع برنامه امروزی لکچر ما در مورد PTSD هست. PTSD چی هست؟ Post Traumatic Stress Disorder، یک مشکل بسیار عمده و اساسی که اکثریت ما شما داره، بخصوص کسایی که در افغانستان بوده حتما این را یک دفعه سپری کرده. Post Traumatic Stress Disorder چی است؟ انزایتی یا استرابی که به شکل ثانوی در اثر یک ضربه روحی روانی مشخص ایجاد شد، و یا PTSD یک تشوش هست که در اشخاصی به وجود میاد که یک شاک اکسپیرینس کرده باشن یا تجربه کرده باشن، یک ترس تجربه کرده باشن، یک حادثه را تجربه کرده باشن. اما دیگه بیشتر بهتان گفتم ما شما در افغانستان زیادی چیزا دیدیم، به خاطر هیچ افغانی نیست که یک ضربه روحی روانی نخورده باشه. معمولا این زیادتر در کسایی که نظامی هستن، مثلا یک حادثه رو میبینن بعدن بچن ایده اکسپریانس میشه و در فکرشان میمونه. اما در افغانستان ما شما میبینیم تفلک های ما زیر ضربه های روانی هست، خود ما شما زیر ضربه های روانی هستیم، هر روز یک حادثه، یک انفجار، یک انتحار هست که یا کلش باعث میشه که ما PTSD را داشته باشیم یا حداقل PTSD پیدا بکنیم. مثلا یک طفل شما میزنین، طبیعی است که در فکرش میمونه PTSD و بیچاره پیدا میکنه بخواهی نخواهی. پس حوادث در افغانستان زیاد است. به این سری موضوع صحبت بکنیم. انزایتی در صورتی که به شکل ثانوی در اثر یک ضربه روحی روانی مشخص که میگم مثلا چی است. به طور مثال شما یک حادثه، یک انفجار، یک انتحار، یک موتور بم صورت میگیره، شما از او زنده جان سالم به در میبرید. پس اینی حادثه مشخص چی بود؟ انفجار. یک کریتریا یا معیار است به نام تراوما. تراوما که است هر کدام شک هر حرف شک منامیده تی یعنی تراوما ایونت، یک حادثه خاص. حادثه خاص چی هست؟ انفجاری که بیشتر براتون مثال دادم. آرچیمان ری اکسپریانس، اونم انفجار شما هر دقیقه در یادتان میاد، نه تنها در یادتان میاد که صرف شو هم خو میبینین اون حادثه را. ای چی هست؟ اووید، دوری میکنین، حذر میکنین از چیزایی که شما رو به یاد از اون مندازن. یو چی هست؟ انیبل تو فانکشن، ای قدر سر روح روانتان تاثیر میکنه که کار روزمره تانه متاثر میسازه، یعنی من حیث یک آدم یا شخص نرمال کار نمیتونه روزمره. ام چی هست؟ مور دن امانت ای میتونه که ادامه پیدا بکنه. لست دن امانتش هم تعریف میکنه بتان. مور دن امانت یعنی اعراض علائم میتونه از یک ما زیادتر میباشه. من لست دن امانت از خاطر گفتم که اگر لست دن امانت باشه یک چیز دیگه هست که البتان تشریح میکنه دیگه. فکرهای نادرست، تمرکزتان خراب میشه، حافظیتان خراب میشن، مرکز فهم و دانشتان متاثر میشه. خب اگر یاد سن کمتر از یک ماه باشه، این به نام اکیوت استرس دسوردر یاد میکنه، PTSD یاد نمیکنه، اکیوت استرس دسوردر. اگر شما مثلا یک حادثه رخ میده و تغییرات در شما ایجاد میشه، اما کمتر از یک ماه اکیوت استرس دسوردر است. اگر این می تروما موجود باشه و بالاتر از یک ماه دوام بکنه، او رو به نام PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder یاد میکنه شد. خب در این مورد یکم اکی دیگه هم براتون معلومات میتن. خب PTSD یا Post Traumatic Stress Disorder از لحاظ اپیدمیولوژی در کانادا معمولا کسایی که در سن 20-25 میباشن، در حدود 9%شان این مشکل تجربه میکنن. و در کل اگر بگویم 75% کسایی که PTSD دارن معمولا یک مشکل روحی روانی دیگر هم دارن، یا یک تشوش مشکل روانی دیگر هم دارن. معمولا در کسایی که Post Traumatic Stress Disorder دارن خطر خودکشی 2 تا 3 برابر بیشتر میشه متاسفانه. و یه اشخاص که هستن ریت یا درجه امراض مثل دردهای مزمن، تشوشات سلیپ، تشوشات
فعالیت های جنسی و فهم و برداشت بسیار زیاد بلند می باشد که مشکلات از یا برشان پیدا می شود و در خانم ها متاسفانه که بازم دوچند نسبت به مردا هستند. و معمولا مهمترین ضربه که رخ می دهد است که مثلا یک کسی که شما دوست دارید به شکل نابهنگام دفعتا فوت میکنم، مثلا یک کسی که هیچ باورتان نبیاد، یا مثلا خدای نخواسته شما از لحاظ جنسی سرتان حمله میشه، تعرض جنسی صورت میگیره، یا یکی از دوستایتان بسیار شدید اغوار میشه، یا مثلا شما توسط کسی که پارتنر داره است، شوهرتان است یا خانمتان است لط میخورید، اغوار میشین، ضربه میخورید، توهین تحقیر میشین از لحاظ فیزیکی. فاکتورهای خطرش، نظر به شدتش، نظر به دوامش، نظر به پراکسیمیتی خود تراما فرق میگه. تشخیص تفریقی از PTSD با امراض دیگه روحی روانی هم تو گفتیم 75% دیگه امراض هست، از خاطر با تشخیص تفریقی با دو قطبی پرسونالیتی دیسوردر و اکیوت استرس دیسوردر و چا که ما شما میفهمن که دسترس دسار معمولا کمتر از یک ماه، یعنی 3 روز تا یک ماه اگر دوام بکنه او چی هسته؟ اگر دسترس دسار در است و غیر از اون اگر از یک ماه زیادتر دوام بکنه PTSD است. پس این چیزها رو ما شما میفهمیم. خب در کل ما از طرف چپ شروع میکنم، میرم بر طرف راست، این از اینی آدمک شروع میکنم، تو میرم کل شبتان دانه دانه توضیح میکنم، خلاص که شد پایان میرم باز از این آدمک شروع میکنم، به این طرف میرم کل شبتان دانه دانه توضیح میکنم. چی خصوصیات میتونه این اشخاص داشته باشه؟ اگر شما پاست تروماتیک استرس دیسوردر خدای نخواسته داشته باشین یا کسی داشته باشه، یا avoid thinking of the trauma، یا هیچ وقت کوشش نمیکنن که در مورد محادثه فکر بکنن، هیچ فکر نمیکنن، یعنی خوششان نمی، نه تنها که نمیخواین که فکر بکنن، عکس دوم اگه سعی کنین نمیخواین با کسی در این مورد محادثه صحبت بکنن، مثلا اگر انتحاری بود یا انفجار بود یک نفر میگه خودم انتحاری، ایمیل هیچ گپش نزن که یادم میاد بسام خراب میشه، جگرم خون میشه، این نمیخواد در مورد صحبت بکنه. مسئله دیگه، این اشخاص بسیار حساس میشن در مقابل صدا، در مقابل محادثه، مثلا یک نفر که انتحاری شده صدای بلند شنیده، پس در مقابل صدا یا بسیار حساس میشه، مثلا یک دروازه پیش میکنی کمی ترک صدا میکنی یا قرد میزنن میپرن، یا گلاس سر میز میمونی قرد میزنن، یعنی بسیار حساس در مقابل صداها میشن. نگاتیو مود می داشته باشن، همیشه احساس داون میکنن، احساس گرفتگی میکنن، احساسات منفی می داشته باشن، نه تنها احساسات منفی دارن، فکرای منفی دارن، یعنی هر چیزن، مثلا به طور مثال که میخیزن میگه والا امروز دلش گویی میده، میگه امروز یک گپ بد سر من میشه، اگه حادثه بد سر من میاد، والا اگر امتحان داده میگه والا من ناکام میمونم، یعنی کل چیز فکرشون منفی است. مسئله دیگه، always on guard، همیشه در دفاع هستن، حالت دفاعی می داشته باشن، فکر میکنن، توقع میکنن یا دو سر رخ بده از خاطر حالت دفاعی به خود می داشته باشن. دیگه چیز، اگر خط دوم بیاییم از طرف چپ ببینی، نفرک از سویمینگ میگریزه، یعنی حتمانی غرق شده بوده، از خاطر همین او که میبینه از اون ساحه او میگریزه به خاطر که یادش میاد که غرق شده بود، و می شکل چیزایی که راجع به او باشه، مثلا کشتی چون در سر او از او هم جلوگیری میکنه، میگریز از او، فلش بک یادش میاد که مثلا غرق شده بود، اون حادثه غرق شدن همیشه فلش بک میته برش، همیشه در یادش میاد، اگه بیدار است، اگه خواب کنه باز در خوابش میاد، خواب بد میبینه، خواب خراب میبینه، خواب غرق شدن میبینه. و این اشخاص معمولا بیچارک ها کانسنتریشن نمی داشته باشه، تمرکز فکری نمی داشته باشن، سر میز امتحان که میشینن یادشان میره. و آخریش که زرخ با سردگاه میکشند، بسیار آدم های چی میباشن، اصاب خراب میباشن، زود اصابشان خراب میشن. خب ایده مورد فیر است که چه رقم در دماغ من تغییرات ایجاد میشه و چه رقم او را ری اکسپریانس میکنیم. ما شما خود در پنیک دیسوردر خواندیم که وقتی یک چیز با چشم میبینیم با مرکز دید روانش میکنه، مرکز دید او را به ساحه یا مرکز هیجان و ترس و استراب روانش میکنه، به نام امیگدالا یاد میشه. و امیگدالا چی میکنه؟ از طریق CNS سر انتقال میده به تمام بدن ما، بدن ما عکس العمل نشان میده. و همچنان در قسمت پیشوری دماغ ما شما دو ساختار دیگه از بنا VMPFC و همچنان ACC میگن که او ساها رو تنبیه میکنه و فکر ترس پیدا میشه. و به می شکل ری اکسپریانس، اگه ببینید در تصویر دوم این ساختارهایی که هسته، امیگدالا تنبیه میکنه هایپوکامپس و PAG هم ساحه هایپوکامپس
تنبیه میکنه و این مثل یک چرخ واره دو خورده میره دو خورده میره و محادثه یادتان میه. خب در مورد تداوی بسیار زیاد مهم است که ما شما فکر میکنم که در سابق هم برتان در این مورد صحبت کردیم که تداوی اساسی از این سایکوتراپی است، اما در مورد تراماتراپی سه بخش ما داریم، سه استیج داریم. استیج اولش این است که ما کوشش میکنیم از تکنیک ها استفاده بکنیم که حالت روحی روانی و احساسات مریض دوباره نرمال بسازیم. توسط چی؟ توسط بریدینگ، یعنی برشان یاد میتیم چه رقم تنفس بکشن، و ریلکسیشن، مثلا چه رقم خود ریلکس بکنن، آرام بسازن که بتانن امی حالت روحی روانیشون آرام شن، مثلا یوگا یا نماز خواندن یا قرآن خواندن. استیج دوم چی است؟ استیج دوم ای است که مریض کوشش میکنه، اگه یادتون باشه بیشتر گفتیم که یادشان نبیه و از حادثه خاطراتش نمیخواه یادشان بیه، ما معمولا در اون میموری یا چیزی که ازشان ترس دارن به مو اکسپوزش میکنیم. یعنی که اگه انفجار در بغلش صورت بدیم، یعنی صدا و یپاره کوش میکنیم که برش نشان بدیم و بگویم که هیچ صداها در زندگی ما هست که باید بسازیم. ما مرحله سوم کوشش میکنیم که زندگی از یاره بعد از اینکه دو حالت استیج اول خوب شد، ما زندگی از یاره بهتر بسازیم، آیندهشان رو بهتر بسازیم، روابط خوبتره که با مردم داشته باشن، روابط قائمتر و خوبتر و بهترشان، پس یعنی به آدم نرمال تبدیلش بکنیم. پس تراما تراپیک هستن این سه استیج است و هر وقتی که شما میخواین اگر کسی را میبینید پی تی اس دی دارد یا خودتان داشته باشین، اچق زود سایکوتراپی را شروع بکنید، اونم که زود خوب میشین. و ما شما میفهمید در بخش سایکوتراپی بهترین سایکوتراپی که به اشخاص هست سی بی تی است. در کلش دی بی تی هم هست، سپورتیو هم هست، یا کلش میتونه کمک بکنه و ای ام دی آر هم میتونه کمک. اگر ما بخوایم یک دوام بر مریض بتیم، اولین قلم دوایی که ما میتونیم به این مریضا بتیم از خاندان SSRI است، یادتان باشه بهترین دوا و اولین دوای طبی است که در حدود 50-80% میتونه نتیجه خوب بده، اما در حدود 20-50% امکان داره که عروض علائم باقی بمونه. کسایی که خواب ترسناک و هوای خراب میبینه به خاطر کنترل کردن خواب خرابشون، تازوسین بهترین دوا هست که ما میتونیم برشان توصیه بکنیم. بنزودیازپین یادتان باشه با دوز بلند نمیتیمشه، کوشش نمیکنیم استفاده بکنیم، اگه استفاده بکنیم با اکیوت انزایتی یا استراب هات استفاده میکنیم، بسیار با احتیاط. و تداویهای دیگه هم هست که در پولیش استفاده میشه، مثل دواهای انتی سایکوتیک، اولانزاپین یا رسپریدون، دواهایی هستن که در پولیش استفاده میشن، تا نیست که دوای خاص مشخص بگی باشه. بیاین یک چند سوال کار بکنیم. یک شخص 31 سال است، یک عسکر یا مرد نظامی هستن که به دفتر شما به طور مثال میایه، مشکل اساسیش هست چی؟ تشوشات خواب، یعنی در خواب تشوشات خواب داره، چقدر وقت میشه خواب داره و سه ماه میشه. خب وقتی شما پرسان میکنه میگه 5 ماه پیش من از عراق آمدیم، از خدمات نظامی خواد در جایی که یه خدمت نظامی میکرده، یه شاهد بوده که رفیقایش همسنگرایش توسط شورشیان یا افراد مسلح غیر مسئول با شکل بسیار وحشیانه کشته شده و این حادثه کشته شدن رفیقایش همیشه به یاد از این میآید هر روز. و وقتی که این صدا میشنوه و این صدا چی، صدای بلند باشه چی، از آرند موتره چی باشه، اینمی حادثه را زیادتر به یادش میاره و خود از این میگه که من بسیار زیاد شدید زیر استرس هستم، هوای خراب میبینم، فلش بک میبینم، اما حادثه هایی که افریقایم پشته میشد و این بندازه شدید از قریب از من دیوانه بکنه. به نظر شما تشخیص این شخص چی است؟ acute stress disorder است، PTSD است، generalized anxiety disorder است یا panic disorder است؟ acute stress disorder اگه یادتون باشه ما گفتیم در صورتی که یک ضربه مشخص روانی باشه اما کمتر از یک ماه، پس این است. PTSD گفتیم از 3 ماه زیادتر باشه، ببخشید از 1 ماه زیادتر باشه، کی نمی PTSD است کی از 3 ماه زیادتر شده، یعنی در حدود 3 ماه از 1 ماه زیادتر شده. generalized anxiety در صورتی که 6 ماه زیادتر باشه و او چی باشه، انزایتی های اکسس یعنی بیش از حد باشه و متکرر باشه و 6 ماه زیاد باشه، کی نیست 6 ماه.
و پانیک دیساردر ما و شما سرش کار کردیم در لکچرهای قبلی و یک کرکتری های خاص خود داره که دیجا هیچ اصلا وجود نداره. خب بیاین که امی سیناریو رو کار بکنیم، اما سوالش تغییر بدیم. تشخیص کردیم، این دفعه سوال میکنیم در مورد تداویش. خب شخص 31 ساله نظامی هسته، مشکل اساسی تشوشات خواب است. تشوشات خواب سیمون میشه که پیدا شده برش. 5 ماه پیش از خدمات نظامی از عراق برگشته و دوجه چی گم شده؟ دوجه ای شاهد از ای بوده که رفیقایش یا همسنگرایش توسط شورشیان یا افراد مسلح غیر مسئول بسیار به شکل وحشیانه به قتل رسید پیش روی چشمش و ای اونو ساحه یا مو حادثه همیشه به یادش میه، هر روز به یادش میه، بخصوص وقتی یادش میه که سر صدا باشه، جیغ زدن باشه و یا هارند موتر باشه یا هر صدای بلند دیگه که باشه امور رو به یادش میاد و خودش میگه که من بسیار زیاد زیر استرس هستم، زیر فشار روحی روانی هستم، همیشه به یادم میاد این حوادث، همیشه هوای بد میبینم و همی چیز همی حادثه یه رفیقایم کشته شده در خواب میبینم. خب سوال بیشتر ما این بود تشخیص چی است. آقای میگن که بهترین تداوی ابتدایی به این اشخاص یا به این مریض چی است؟ آیا سی بی تی هست که یک سایکوتراپی هست، یا دوز بلند دیازپین هست، لیتیم هست، یا پرگابالین هست؟ ما شما میفهمیم که سی بی تی بهترین تداوی با تمام انواع استرس و استراب بهترین تداوی است. پس جواب درست همیست. بنزو دیازپین هیچ وقت با دوز بلند نمیتیم، کوش میکنیم با دوز کم بدیم، بسیار با احتیاط بدیم، چون این مریض ها یادتان باشه گفتیم 2 تا 3 برابر خودکشی زیادتر میکنن. پس از او خاطر وقتی که دواره میتین امکانات خودکشی زیاد است، به احتیاط میتین، دوز کم میتین. لیتیم کسی یک دوایی هست که به خاطر ثابت ساختن یا نرمال ساختن مزاج به کسایی که دو قطبی هستن بهترین دوا هسته که جا استفاده نمیشه. پریگابلین که از دواهای انتیکانولسانت هسته که به ایش اشخاص استفاده نمیشه. سناریو همون سناریوس، اما سوالش تغییر میتیم. شخص 31 ساله نظامی پیش شما میان با تشوشات، یعنی اما مشکل عمده و اساسیش تشوشات خواب است که 3 ماه همی تشوشات خواب برش پیدا شده و 5 ماه پیشی از خدمات نظامی خود از عراق پس آمده که دوجا شاهد کشته شدن رفیقا و همسنگرایش توسط شورشیان و اشخاص مسلح و شکل بسا و شدناکش گوره کشتن در پیشیزی شاهدش بوده و مو حادثه و رزی همیشه ری اکسپیرینس میکنه، هر روز یادش میه و بخصوص اگر سرصدا پیدا میشه، غال مغال نفرها پیدا میشه، هارند موتر یا هر صدای بلند باعث میشه که گوره بیادش بیاره و خودش میگه که من بسیار زیاد زیر فشار روحی روانی هستم، هوای خراب میبینم و مو حادثه کشته شدن رفیقای من هر شب خواب میبینم و روزانه فلش بک میبینم، یعنی به یادم میاد قریب است من دیوانه شم. خب which of the following would be the best initial pharmacological choice، یعنی میگه کدام دوا، اگر دوا بتین کدام دوا بهترین تداوی یا دوای اولیه هستن. CBT خب سایکوتراپی است، دیازپام گفتیم به های دوز استفاده نمی کنیم، لیتیم هم گفتیم که سی بی تی گفتیم که خب فارماکولوژی نیست، یک سایکوتراپی هست، پس این نمیتونه یک آپشن خوب بر ما باشه به خاطر که دوا نیست، سایکوتراپی. سوال گفته کدام دوا. دیازپام دوا هست، اما ما گفتیم به دوز بلند استفاده نمی کنیم و اولین انتخاب ما نیست به خاطر از اینکه این ما استفاده به حالات بسیار اکیوت اگر باشه میتیم و بسیار به احتیاط زیاد. لیتیم همونطور که پیشتر گفتیم به کسایی که دو قطبی هستن بسیار خوب است که یاره از دو قطب جمع میکنه، میاره در حالت اوسط نگاه میکنه. SSRI بهترین دوا، اولین دوا اگر دوا استفاده بکنی به یه اشخاص است. تشکری میکنم از تمام دوستا و عزیزایی که ویدیو معلوماتی و تیبی ما را مشاهده میکنن و مشاهده کردن، با امید از اینکه تانسته باشیم یک کمک با معلومات افقیتون افزوده باشیم. حساس این ویدیو توسط ما دکتر محمد نصیر جاله تهیه میشه، پست میشه و اساسا هدف ما از ساختن این ویدیوها به خاطر از این هست که شاگردکای ما که دلپا هستن یک علاقمندی بسیار خاص به منتال هلت دارن، خواستیم که سروی آگاهیشان در بخش منتال هلت افزایش بدیم و دکتر سایبا و مسئولین پنزه ایتبه که در افغانستان هستن و از درسای خود دود ماندن
وار بتانیم تازه نگهداری کنیم در بخش طب، در بخش صحی و همچنان سطح آگاهی طبی افغان ها را در سطح کل افزایش بدیم. معلوماتشان را بیشتر بسازیم در بخش منتل هلت و همچنان به کسایی که در کل IMG هستند و میرن به امتحانات نکاس کی و MCQ و این میتونه که بسشون کمک کننده باشه. لطفا صفحه ما را لایک بکنین، اگر یوتیوب یا فیسبوک دارین سابسکرایب بکنین، شیر بکنین. تشکر میکنم از تمام دوستان عزیزی که تا حال با ما بودن، با امید از اینکه استفاده کرده باشین. رفرنس هایی که معمولا از ما استفاده میکنیم از سورس های بسیار قوی هست، در تورنتو نوز استفاده میکنیم که یک منبع کانادایی هستن و یو ورد دیسیمیلی هستن که منبع امریکایی است.